دانشجویان عزیز، این جلسه میخوام در مورد احتمال شرطی صحبت کنم که یکی از مهمترین مباحث درس آمار احتمال هستش. پس عنوان درس احتمال شرطی. با یک مثال شروع میکنم توضیح این موضوع رو. شما فرض کنید که ما دو تا تاس داریم، دو تا تاس سالم داریم، همشانس داریم که و اینها رو پرتابش میکنیم. هر حالتی که بخواد پیش بیاد، عرضم به حضور شما، احتمالش 1/36 شما این رو میدونید. عرضم به حضورتون که مثلا اگر من بگم که احتمال این که مجموع اعداد حاصل از پرتاب دو تاست برابر 9 بشه، شما خیلی ساده میدونید که چند حالت داریم که این اتفاق میفته. یه حالت اینه که 3/6 بیاد یا 6/3 بیاد، 4/5 بیاد یا 5/4 بیاد، که در مجموع 4 حالت از این 36 حالته که احتمالش برابر با 4/36 میشه. حالا فرض کنید که خب میخواییم پس اینو بنویسم، مجموع 9 احتمالش چقدره؟ 4/36. حالا فرض کنید که من به شما میگم که حالا تاس اولو که پرتاب کردیم نتیجه 4 شده، از تاس اول 4 شده. حالا با داشتن این اطلاعات که تاس اول شده 4، احتمالی که مجموع اعداد بشه 9 چقدره؟ این چقدره حالا؟ خب ببینید چند حالت داریم این دفعه، ببینید احتماله که 9 بشه چقدره. ببین تاس اول 4ه، حالت های ممکن چیه؟ این که اولی 4 بیاد، دومی 1 بیاد، 4 و 2، همینجوری 4 و 3، 4 و 4، 4 و 5 و 4 و 6. حالت های ممکن الان اینه. با دانشتن این اطلاعات که تاس اول 4 اومده، یعنی به شرط این که تاس اول 4 بیاد، چند حالت ممکنه که به وجود بیاد؟ در کل 6 حالت. حالا احتمال این که مجموع بشه 9 چقدره؟ حالا برید اینجا نگاه کنید ببینید تو کدوم یکی از این حالت ها احتمال جمع شده 9. تنها این حالت. پس احتمال این که مجموع بشه 9 با داشتن این اطلاعات که شرط تاس اول 4ه، یعنی به شرط این که تاس اول 4 باشه، عرضم به حضور شما این احتمال برابر با چقدر میشه؟ 1/6. ببینید اینجا چه اتفاقی الان افتاد. وقتی شما میگی که یه سری اطلاعات اولی بهت میدم، میگم مثلا تاس اول این شده 4، همینطور که میبینید فضای نمونه دیگه عوض شد. الان فضای نمونه شما 6 عضو داره، در حالی که در پرتاب اینجا تو این حالت میخوایم بنویسم، تو این دو تا تاس رو که پرتاب میکنید تو فضای نمونه چند تا عضو داره؟ فضای نمونه اینجا سی و شیش عضو داره، اما اینجا فضای نمونه شیش عضو داره. پس ببینید وقتی که احتمال رو میخواییم به شرط یه چیز دیگه، یه پدیده دیگه حساب کنید، فضای نمونه عوض میشه. پس میخواییم من بنویسم بنابراین پس اگر
در حین محاسبه احتمال اطلاعاتی راجع به مسئله به ما داده شود، نتیجتا ممکن است فضای نمونه تغییر کند. تو چنین شرایطی و چنین شرایطی عرضم به حضورتون که محاسب احتمال را احتمال شرطی می نامیم. خب برای درک بهتر این موضوع شما تو پیش آمده ای و اف رو در نظر بگیرید. ارزم بازشون پس دو تا پیش آمد در نظر میگیریم. میخوایم ببینیم احتمال وقوع ای در صورت وقوع اف که بهش میگیم احتمال شرطی ای به شرط اف، اینو چجوری نشونش میدیم و این برابر با چیه؟ احتمال وقوع ای به شرط اینکه F به وقوع پیوسته باشه رو اینجوری نشون میدیم. این یعنی به شرط پی ای به شرط F، یعنی اطلاعات مسئله اینه که F به وقوع پیوسته، یعنی تا سه و چهار اومده، حالا چقدر احتمال داره که مجموعش بشه 9. الان پیش آمده ای اینه که مجموع دوتاست بشه 9، پیش آمده F اینه که تا سه و چهار بیاد. توی این مثال به صورت نموداری بخوام نشونش بدم این شکلی میشه. ببینید این مجموع مرجع، این F، این E. خب ببینید اگر F اتفاق افتاده باشه، پس اینو اینجا می نویسم. اون وقت فضای نمونه اون چیه؟ حالا فضای نمونه مسئله ما دیگه میشه مجموعه F. کل این فضا نیست، من اینو با اس نشون بدم، مجموعه کل فضای نمونه دیگه کل فضای نمونه نیست دیگه. فضای نمونه هم اینه که تو اون مثال شما دیدید فضای نمونه دیگه 36 حالت نبود، 6 حالت شده بود که اینها بود، اینا فضای نمونه هم بود. فضای نمونه فضای نمونتون به مجموعه F تقلیل پیدا میکنه. بس من اینجوری نشون میدم. فضای نمونه جدیدمون اینه. توی این مسئله. خب حالا سوال اینه. چقدر احتمال داره که E به وقوع پیونده تو این فضای نمونه جدید؟ E الان چه موقع به وقوع میپیونده؟ تنها زمانی که E اشتراک F به وقوع پیونده، یعنی اون قسمت از E که در F. بنابراین اگه بدونیم که F اتفاق افتاده، احتمال وقوع E برابر با احتمال وقوع E اشتراک F نسبت به احتمال وقوع F. پس پیه E به شرط F تعریفش اینجوری میشه. چه موقع و اگر F به وقوع پیوسته باشه فضای نمونه اینه. چه موقع حالا احتمال داره که E به وقوع پیونده؟ موقعی که E اشتراک F به وقوع پیونده. پس میشه P E اشتراک F نسبت به چی؟ نسبت به اینکه F به وقوع پیوسته باشه تقسیم بر احتمال F. این میشه تعریفش، این میشه تعریف احتمال شرطی. اگر که
F توهی نباشد، که یعنی این مخرج صفر نشه. خب طبق تعریف پس احتمال شرطی اینجوری تعریف میشه که مفهومش هم این چیزیه که این بالا توضیح دادم. حالا یه چند تا نکته در موردش بگم، نکات مختلف. نکته اول این که عرضم به حضور شما، اگر که ای زیر مجموعه اف باشه، اون وقت پی اون وقت پی ای به شرط اف چی میشه؟ پی ای به شرط اف میشه پی ای اشتراک اف به پی اف، و ای که زیر مجموعه اف شما میدونید ای اشتراک اف میشه ای، پس این میشه پی ای به پی اف، احتمال وقوع ای به احتمال وقوع اف. عرضم به حضورتون که پی اف به شرط ای چی میشه؟ این به صورت شهودی معلومه دیگه، اگر ای زیر مجموع اف باشه، یعنی مثلا این ای داخل این اف مثلا اینجاست. خب اگر چقدر احتمال داره ای به وقوع پیونده به شرط اینکه اف میدونیم به وقوع پیوسته؟ خب این 100% دیگه، یکی دیگه احتمالش اف به وقوع پیوسته دیگه، ای زیر مجموعش. حالا اینجوری بخوایم بنویسیم میشه پی دوباره ای اشتراک اف به پی اف، که این میشه پی اف. عرضم به حضور شما که به پی ببخشید بذار این رو بنویسم اشتباه، به این هست پی اف اشتراک ای به پی ای، تعریفش فرق داره، این به شرط ای نوشتم. خب پی اف اشتراک این میشه پی ای به پی ای، این میشه یک. اگر که دو تا پیش آمد ناسازگار باشن چه اتفاقی میفته؟ خب پس اگر ای و اف ناسازگار باشن چه اتفاقی میفته؟ ببینید نمیگم مستقل باشن و مستقل بودن با ناسازگار بودن فرق داره. حالا در مورد مستقل بودن پیش آمد و بعد از صحبت میکنم. پی الان ای به شرط اف چی میشه؟ میشه پی ای اشتراک اف به پی اف. خب ناسازگارن دیگه اینا، یعنی هیچ اشتراکی با هم نداره. پس پی ای اشتراک اف این توهیه و احتمالش میشه چی؟ میشه صفر، برابر برابر با صفر میشه. عرضم به حضورتون که نکته بعدی این که ببینید، نکته بعدی اینه که ببینید احتمال شرطی همون احتمال دیگه، که فقط فضای نمونش تغییر کرده، یعنی یه چیز جدید متفاوتی نیست از احتمال. احتمال شرطی همون دقیقا احتماله، فقط شما وقتی به شرطی پیش آمد داری احتمال حساب کنی، فضای نمونه دراز میشه همطور که گفتم. بنابراین تمام گزاره هایی که در مورد اصول ارزن به شما نظری احتمال صادقه، که اینا رو که تو مقدمات درس احتمال دیدید، اونا هم اینجا صادقه هم. خب پس مثلا من الان می نویسم یه سری هاشون رو به عنوان مثال می نویسم، می خواهم پس من این رو بنویسم، مثلا یه الف مثلا بس بخواه اینجوری بنویسن.
مثلا مثلا الف پی ای به شرط اف به علاوه، به شما قبلا تو اصول نظریه تار میدید مثلا پی ای به علاوه پی متمم ای، این میشه یک. حالا پی ای به شرط یه به شرط اف اینجا اضافه کنید، پی ای به شرط اف به علاوه پی متمم ای به شرط اف اینجا این برابر با یک میشه. شما قبلا داشتید که پی ای به علاوه پی ای متمم ای یکه. خب یه به شرط اف اینجا اضافه کنید چه اتفاقی خاصی نمیفته، دوباره این یک میشه. میگم فقط فضای نمونه عوض شده، گزاره اصلا تغییری نمیکنه. یا مثلا به پی این یک مثلا اجتماع ای دو به شرط اف، شما قبلا پی ای یک اجتماع ای دو رو دیدید که برابره با پی ای یک برابر پی ای دو منهای پی ای یک اشتراک ای دو. حالا یه به شرط f اضافه شده، دوباره ایش تغییر نمی کنه، فقط یه به شرط f تو همه اون احتمال ها اضافه میشه، یعنی میشه p این یک به شرط f به علاوه p این دو به شرط f منهای p این یک اشتراک این دو به شرط f. یا مثلا این گذاره p این یک دلتا ای دو یک دلتا ای دو به شرط اف. دلتا چی بود؟ این تعریفش چی بود؟ این بود ای یک اجتماع ای دو منهای ای یک اشتراک ای دو. ارزم به حضور شما که این میشد که برابر میشد با پی ای یک بله پی ای دو منهای دو تا پی ای یک اشتراک ای دو. خب الان یه به شرط اف اضافه شده، این میشه پی ای این یک به شرط f به علاوه p این دو به شرط f منهای دو تا p این یک اشتراک این دو به شرط f. من این رو دارم رو کتابتون میگم، کتاب ایوازی ها، یا این چی میشه p این یک اشتراک این دو به شرط f چی میشه؟ این بزرگتر مساویه با p ای یک به شرط f به علاوه p ای دو به شرط f منهای یک. خب من مثلا دو سه تا اینا رو اثبات میکنم براتون. مثلا اثبات الف مثلا الف رو اثبات کنیم. خب ببینید پی تعریفش رو بنویسید، ببینید پی ای به شرط اف به علاوه پی متمم ای به شرط اف ای سی به شرط اف این چی میشه؟ این تعریفش رو بنویسید، این میشه پی ای اشتراک اف به پی اف به علاوه پی ای سی اشتراک اف PF. خب پس این برابر میشه با P ای اشتراک F به علاوه P ای سی اشتراک F به PF. خب این جمع چی میشه این بالا؟ ببینید این الان اشتراک F با E، این اشتراک F با متمم E، پس در نتیجه اینا دو تا مجموعه مجزا هم. خب ببرم پایین یه خورده این بالاش بنویسم. خب الان اینا چی هم؟ دو مجموعه این مجموعه و این مجموعه دو مجموعه مجزا هم. ما اینجوری بنویسم. خب دو تا مجموعه مجزا شما میدونستید مثلا
عرضم به حضورتون که پی مثلا آ اجتماع ب، اگر آ به مجزا باشن این چی میشه؟ این میشه پی آ به علاوه پی بی. اینو شما از قبل میدونید. پس در نتیجه الان که اینا هم دوتا مجموع مجزا، حالا یعنی برعکسش، شما پی این مجموعه به علاوه پی این مجموعه مجزا از این مجموعه رو داری جمعشون، پس این هست پی این مجموعه اجتماع این مجموعه، پس بنابراین این برابر میشه با پی ای اشتراک اف اجتماع ای سی اشتراک اف بر روی پی اف. که الان این چی میشه؟ این الان از اشتراک افش فاکتور بگیرید این میشه ای مرزم با حضور شما اجتماع ای سی اشتراک اف. خب پس این میشه پیه. خب حالا این پیه ای اجتماع ای سی اشتراک اف چی میشه؟ الان این که میشه مجموعه مرجع، اینا بنویسم اینجا، این میشه کل فضای نمونه تون، در نتیجه اف زیر مجموعه اس. خب اونجا بنویسم اس زیر مجموعه اف، ببخشید اف زیر مجموعه اس. در نتیجه صورت میشه پی اف، مخرجم که میشه پی اف میشه یک، اثبات شد الف. یه کدوم اثبات کنم؟ مثلا دو رو هم بهش رو هم اثبات کنم، اثبات به. خب بنویسم شبه دو این بود. ببینید پی ای یک اجتماع ای دو به شرط اف رو میخواستم به فکر کنم همه بود، پی ای یک اجتماع ای دو به شرط اف میخواهم ببینم برابر با چی. خب این برابر با چیه؟ اینو تعریفش رو بنویسید، این میشه پی ارزم چون ای یک اجتماع ای دو این یعنی این مجموعه اشتراکش با F تقسیم بر پی F. خب حالا الان اینو بازش میکنیم، این چی میشه؟ میشه E1 اشتراک F پی E1 اشتراک F به علاوه پی E2 اشتراک F منهای پی اشتراک این با این، این مجموعه با این مجموعه F. خب بس این برابر میشه با پیه ای یک ارزم به حضور شما اشتراک اف به علاوه پیه ای دو اشتراک اف منهای پیه ای یک اشتراک اف اشتراک ای دو اشتراک اف. تقسیم بر پی اف. حالا این پی اف رو دونه دونه تقسیم بر اینا کنیم. جمله اول میشه پی ای یک اشتراک اف به پی اف به علاوه پی ای دو اشتراک اف به پی اف منهای این صورت چی میشه؟ این هست در واقع پی ای یک اشتراک ای دو، من اینجوری میدویسم اشتراک اف، تقسیم بر پی اف
خب این الان چی میشه؟ این طبق تعریف جمله اول چیه؟ این اصلا تعریف احتمال شرطیه دیگه، این هست پی این یک به شرط اف. این دومی چیه؟ این هم تعریف احتمال شرطیه، پی ای دو به شرط اف. این چیه؟ این هم ببینید پی یه مجموعه است، اشتراک اف تقسیم بر پی اف. این هم تعریفش طبق تعریف میشه پی این یک اشتراک ای دو به شرط اف. نام اثبات شد. خب اثبات اون دوتای دیگه هم به عهده خودتون ارزم بود، چون به همین روشی که اینجوری اثبات کردم تعریف ها رو بنویسید باز کنید و به نتیجه میرسید. خب یک مثال حل کنیم. مثلا مثلا پ الف و ب رو اثبات کردم فکر کنم. بله الف و ب. این دوتا رو خودتون اثبات کن. حالا مثال، مثال یک. خب ببین مثال اینه، در یک بازی شانسی به هر نفر یک جفت تاس میدهند. پس یک جفت تاس به همه میدیم. تا اون رو پرتاب کنند و اگر مجموع اعداد حاصل شده در دو تاس عدد اول باشد به او جایزه میدهند. پس اگر مجموع عدد مجموع دو تاس عدد اول شد جایزه میدن. اگر بدانیم یک شخص در انجام این بازی جایزه دریافت کرده، پس یعنی مجموعش شده عدد اول، اینو میدونیم، احتمالی که مجموع اعداد تاسای او 7 بوده باشه چقدره؟ پس اگر فردی جایزه گرفته، احتمال این که مجموع 7 بشه چقدره؟ خب من اینجا دو تا پیش آمد دارم، یکی اینه که مجموع بشه 7، یکی اینه که مجموع بشه عدد اول. من اف رو میگیرم مجموع بشه عدد اول، پس پیش آمده هم اینجوری تعریف میکنم. اف هست مجموع عدد اول بشه و ای رو هم میگیرم مجموع بشه 7 عدد 7 بشه. خب من الان دنبال چی هم؟ دنبال این هم که ببینم چقدر احتمال در مجموع بشه 7، یا احتمال این که پیش آمده ای به وقوع پیونده به شرط این که فرد جایزه گرفته، یعنی مجموع شده عدد اول. عرضم به حضور شما چیزی که واضحه اینجا دنبال این احتمال هم. پس یعنی این هستش پی ای اشتراک اف به پی اف. چیزی که واضحه اینه که ببینید، خب 7 هم یه عدد اوله دیگه. چیزی که واضحه اینه که اینجا میفهمید که ای زیر مجموع اف دیگه، پس ای زیر مجموع اف این برابر با میشه با پی ای به پی اف. خب این هم دیگه ساده است دیگه به دست آوردنش. اف تمام حالتهایی که مجموع میشه عدد اول، مثلا 2 میشه، 3 میشه، 5 میشه، 7 میشه یا 11 میشه رو به دست بیارید، کلا میشه 15 احتمال 36 هم. 15 حالت مجموع میشه عدد اول. چند اینجا هم دوباره 36 حالت داریم. چند حالتش عدد مجموع شده 7؟ 6 حالت. مثلا 1 و 6، 6 و 1، 2 و 5، 5 و 2، 3 و 4 و 4 هست. پس این احتمال برابر میشه با 6 15. خب کتابتون مثال های خوبی داره تو این قسمت، حتما مراجعه کنید به مثال هاش.
من یه نکته بگم. نکته چند بود آخرین نکته که گفتم؟ نکته 3 بود، حالا نکته 4. نکته 4 اینه که ببینید تو اون رابطه احتمال، تعریف احتمال شرطی که بود پی ای به شرط اف مساوی پی ای اشتراک اف به پی اف، اگه طرفین رو ضرب در پی اف کنید به چی میرسید؟ به این رابطه میرسید، پی ای اشتراک اف. این خیلی رابطه پرکاربردیه، پی ای اشتراک اف این هستش پی اف احتمالی که اف به وقوع بپیونده ضرب در احتمال اینکه ای به وقوع بپیونده به شرط اف. خب حالا ببینید این چه جوری مثلا به کار میاد، یه مثال با مثال بهتون نشون بدم. پس احتمال اشتراک هر دوتا پیش آمد میشه احتمال وقوع یکیشون ضرب در احتمال وقوع یکی به شرط اون یکی، یا میتونید یه جور دیگه هم بنویسید، اینو بنویسید پی ای ضرب پی اف به شرط ای. اینجوری هم میتونید بنویسید، میتونید این شکلی هم پس بنویسیدش، پی ای ضرب در پی اف به شرط ای. حالا واسه اینکه مسئلهتون چه جوریه، تو کانتکست اون مسئلهتون، حالا یا این رابطه رو استفاده میکنید یا این رابطه. حالا من یه مثال بزنم، مثال 2. خب شما یه ظرف رو در نظر بگیرید که که توش ما 10 تا قطعه خراب و 15 قطعه سالم داریم. 10 تا خراب، 15 تا سالم، قطعه سالم توی ظرف. اگر دو قطعه رو بدون جایی گذاریم، شما به تصادف از تو این ظرف در بیارید، احتمال اینکه اولی خراب باشه و دومی سالم باشه چقدر؟ من اینو میخوام با همین نکته که این بالا گفتم حلش کنم. خب شما عرضم بزرگتون پیش اومده یک رو بگیرید اولی خراب و ای دو رو بگیرید دومی سالم، اولی خراب دومی سالم، یک ای دو. این سوال داره میگه که چقدر احتمال داره اولی خراب باشه و دومی سالم باشه، یعنی پی ای یک اشتراک ای دو دنبال این احتماله. خب پی ای یک اشتراک ای دو چی میشه؟ این میشه احتمال اینکه اولی خراب باشه ضرب در احتمال اینکه دومی سالم باشه به شرط اینکه اولی خراب باشه. طبق این نکته ای که گفتم، این رو برابر با چی میشه؟ احتمالی که اولی خراب باشه چیه؟ شما 10 تا خراب دارید، میشه پس 10 25. حالا یه دونه برداشتید، حالا ببینید میخواید احتمالی که دومی سالم باشه به شرط اینکه اولی خراب بوده رو به دست بیارید. اولی رو برداشتی بدون جایگذاریه دیگه دوباره تو ظرف نمیذاریش، پس تعداد این قطعات به 24 کاهش پیدا میکنه. حالا چند تا سالم داری؟ ببینید احتمالی که سالم باشن چقدر دیگه توی ظرفی که یکی برداشتی، که اون یه دونه رو از چی برداشتی؟ از خراب برداشتی، از سالم برداشتی. پس چند تا سالم تو ظرف باقی مونده؟ 15 تا. پس میشه 15. این احتمال برابر با این میشه. خب این نکته رو حالت تعمیم یافته شو حالا بگم. عرضم بزرگ نکته 4 بود، نکته 5. حالت تعمیم یافته این، شما فرض کن که n تا پیش آمد دارید، p اون وقت ای یک اشتراک ای دو اشتراک همینجوری تا ای ان، این چی میشه؟ این برابر میشه با p احتمالی که ای یک به وقوع بپیونده ضرب در احتمال اینکه
حالا ای دو به وقوع پیونده به شرط اینکه ای یک به وقوع پیوسته ضرب در احتمال اینکه ای سه به وقوع پیونده به شرط اینکه ای یک و ای دو به وقوع پیوستن، یعنی ای یک اشتراک ای دو، همینجوری ضربش میکنی تا آخریش میشه پی ای ان به شرط اینکه انمن های یک تا پیش آمده قبلی به وقوع پیوسته باشن. این یک اشتراک ای دو همینجوری تا یه انمن های یک. خب این اثباتش هم کار آسونیه، خیلی راحت این سمت راست رو باز کنید و بنویسید. ببینید الان این سمت راست این تصاویر من واقع کنم بنویسم میشه این پی ای یک ضرب در پی ای دو اشتراک ای یک تقسیم بر پی ای یک ضرب در پی ای سه اشتراک ای دو اشتراک ای یک تقسیم بر پی ای دو اشتراک ای یک. همینجوری ضرب کنید تا آخریش که میشه پی اشتراک همه اینها ای یک اشتراک ای دو همینجوری تا اشتراک ای ان تقسیم برای چی؟ تقسیم برای پی این پیش آمد که هست ای یک اشتراک ای دو اشتراک تا ای ان من های یک. خب ببین اینجا همینطور که میبینید الان این ای یک با این ساده میشه، این صورت این یکی که هست با مخرج این یکی ساده میشه، همینجوری همه با هم ساده میشن و میرن، همه ساده میشن و میرن، چی میمونه در نهایت؟ این عبارت میمونه، این احتمال میمونه که برابر با پی ای یک اشتراک تا ای. ولی یه مثال هم از این حل کنیم، میشه از یعنی مثلا دو حالت وقتی داریم یک مثال حل کنیم از این دکته. مثال دو، مثال سه. خب در مثال قبلی احتمال اینکه اولی قطعه خراب باشه، یعنی میریم قطعه برمیداریم، این دفعه سه تا قطعه برمیداریم، احتمال که اولی و دومی قطعه خراب باشن و سومین قطعه سالم باشه، این احتمال چقدر؟ خب یک رو میذارم اولی خراب، پیش آمده ای دو رو اسمشون پیش آمده ای دو رو میذارم دومی خانم و پیش آمده سوم رو هم میذارم سومی سالم. الان اینجا چی رو میخوام؟ میخوام احتمال این که اولی خراب باشه، دومی خراب باشه و سومی سالم باشه رو به دست بیارم، یعنی پیه ای یک اشتراک ای دو اشتراک ای سه رو میخوام. خب این میشه چی؟ این میشه پی ای یک ضرب داره اولی خراب باشه، احتمالی که اولی خراب باشه، ضرب احتمالی که دومی خراب باشه به شرط اینکه اولی خراب بوده، ضرب داره احتمال اینکه سومی سالم باشه به شرط اینکه اولی و دومی خراب بوده باشه. خب این برابر با چی میشه؟ چون بدون جای گذاری. خب احتمالی که اولی خراب باشه چیه؟ ببینید شما چند تا خراب داشتی، چند تا سالم؟ 10 تا خراب بودن، 15 تا سالم. احتمالی که اولی خراب باشه پس میشه 10 25. حالا این قطعه خراب، یه قطعه خراب در آوردی گذاشتی کنار چون بدون جای گذاریه. حالا احتمالی که دومی خراب باشه به شرط اولی خراب چیه؟ اولی یه قطعه گذاشتی کنار پس 24 تا قطعه داره، اون یکی که گذاشتی کنار از خراب هاست پس 9 تا خراب داری، پس میشه 9 24.
حالا احتمالی که سومی سالم باشه، دو تا قطعه با گذاشتی کنار، پس این مخرج 23. خب این اولی که سالم نبوده، دومی هم سالم نبوده، سومی سالمه، بنابراین تعداد قطعه های سالم تغییر نکرده، 15. این احتمال برابر میشه. این هم از کار برده. خب این از قضیه، این از ارزم به حضور شما احتمال شرطی معرفیش. جلسه بعد تیل و جلسه آینده دو تا قضیه میگم از اینا، از این مربوط به احتمالات شرطی که خیلی پر کار بردم. خب دانشجو عزیز، خدا نگهدار تا جلسه آینده.